4 سال پیش میدان آزادی تهران، این واکنش جوانها به توزیع سیب زمینی از سوی دولت احمدی نژاد بود. محمود احمدی نژاد از سوی نامزدهای رقیب در انتخابات سال 88 متهم شد که با توزیع کالا و پول بین افراد فقیر رأی خریده است، اما رئیس جمهوری ایران این اتهام را رد کرد. این افرادی که تو خیابون اومدن حتی به اندازه شرکت کنندگان در یک صندوق اقصی رأی هم نبودن. با اینکه اعتراض به نتیجه انتخابات فراگیر شد و صدها هزار نفر به خیابان آمدند، اما آیت الله خامنه ای با معترضان مخالفت کرد. نظام هم حق دفاع داره از خودش. حالا کمتر از 70 روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. محمود احمدی نژاد دیگر خودش نامزد انتخابات نیست، اما مایل است کسی مانند اسفندیار رحیم مشایی جانشینش شود. این روزها دولت وعده‌های جدیدی برای جلب نظر رأی دهندگان مطرح می‌کند. افزایش حقوق کارمندان یا افزایش میزان یارانه نقدی به مردم. سایت تابناک که به محسن رضایی نزدیک است، در روزهای اخیر از تلاش دولت برای افزایش هزینه‌های تبلیغاتی خود خبر داده. روش احمدی نژاد برای جلب رأی جدید نیست، به خصوص که در گذشته مسئولان دیگر هم برای آنچه گرم کردن رقابت انتخاباتی می‌نامیدند با برخی هزینه‌ها موافقت می‌کردند، مثلا اضافه حقوق کارمندان دولت یا توزیع بن‌های کارگری در آستانه انتخابات. آنچه این روزها برخی حامیان آیت الله خامنه ای را به صرافت انتقاد از دولت انداخته، اختلافی است که از ماها پیش بین احمدی نژاد و خامنه ای شروع شده. اولا حد اکثر 17%. برخی ائمه جمعه از جمله احمد خاتمی به احمدی نژاد برای هزینه های انتخاباتی معترض شدند. محمود احمدی نژاد تا کنون به این خط و نشان ها واکنشی نشان نداده. او از هر فرصتی برای اعلام حمایت از نامزد دولت استفاده می کند. برخی از منتقدان حکومت تمایلی به انتخابات ندارند و عملکرد احمدی نژاد را مصداق خرید رأی و تقلب در انتخابات می دانند. آرش سیگاچی، صدای آمریکا.